ورود امیر ارسلان مطهری و برنی ایبینی که بازیکن سمی آسیایی محسوب میشه ها، پاسپورت استرالیایی داره انگار. و باید ببینیم گزینه دیگه ای هم استقلال جذب میکنه یا نه. با آقای منزوی هم صحبت کردیم راجع به نقل و انتقالات استقلال. میلاد باقری و مرتضی آخان جدا شدن. مرتضی تبریزی هم تا ثانیه‌های آخر حالا رضایت نامش می‌خواست برای شهر خودرو صادر بشه، نشه، چه جوریه بازیکن آزاد میشه، به عنوان سهمیه آزاد میره، فعلا قرار بود که جدا بشه ولی اتفاق نیفتاد. علی رشتی هم گفتن که جدا نشده. سجاد آقایی هم که رفت با شال ذوب و همین ذوبی که می‌بینید عکس انداخت و پیرهن ذوب برگشت استقلال. ورودیاش مهدی خلیل بوده که گلر گرفتن و فرشاد محمدی مهر که دفاراست پارسال استقلال نیم فصل اول شهر خودرو بود اومد. زوباهن سرمربی زوباهن چه کسی است راستی؟ مشخص نیست. سرمربی شهر خودرو مشخص نیست. تیم‌ها بعضیشون همچنان رو هوا ان علاوه نیمکت مربیگری. خروجیاشون امیر ارسلان مطهری بوده که اومده استقلال. میلاد فخرالدینی به تراکتور سازی تی انتقال جالب و عجیب پیوست. زبیر نیکنفس باکر ایبابوی باکر دفاع وسط بود ماشاءالله ولی بازی هم نکرد. اینجوری ماشاءالله قراردادش هم نمیدونم چه جوری بود بازی هم نکرد و فصل کردن رفت مثل خیلی از خارجی‌هایی که میان میرن. کریستانتوس هم انگار خروجی فصل کرد رفت. قراردادهای بازیکن خارجی هم قرار بود بررسی بکنیم که میکنیم این کارو. محمد رضا خلعتبری هم رفت شهر خودرو. الان خبر آخری که من خوندم با یه قرارداد 2.5 ساله نوشته بودن رفت شهر خودرو. سایپا چیکار کرد؟ خالد شفیعی رو گرفت که نیم فصل اول اوایلش ماشین سازی بود بعد مشکل خورد اومد بیرون. محمد صادق بارانی رو از شاهین بوشهر گرفت. مرتضی آقاخان استقلال رو گرفت که استقلال توی استقلال بدشانسی آورد. آقاخان دو مرحله مصدومیت پشت سر هم مون تو استقلال به شرط بازی که رسید استقلال در واقع دادش به سایپا. و اکبر منادی محمد حسین اکبرمنادی یادتونه گلر خود سایپا بود رفت شهر خودرو نیمکت نشین سدمتی رحمتی شد و جدا شد برگشت سایپا. محمد مهری و احمد گوهری هم خروجیاش بودن. گوهری هم گلری بود که بازی بهش نرسید این فصل اول زیاد نرسید. شاهین ورودی زیاد داشته یه ذره فکر کنم بعدشون خوب شده مالی خدا رو شکر. امیدوارم که با میش و کریستیچوویچ بتونن خوب نتیجه بگیرن بتونن فکر کنم انقدر چه داشت کریستیچوویچ. اسماعیل شریفاتو گرفتن از پیکان. حامد محمودی دفاع وسط قبلا هم لیگ برتر بازی کرده. سجاد ایدری سجاد مشکل پور شرق آسیا رفت یه مدت بعد از سایپا و صنعت نفت رفت ویتنام و اینا حالا اومده. میثم دورقی افک میانی خوب سابق استقلال خوزستان و فولاد و اینها بهش پیوسته و ابوالفضل رضاپور دفاع چپه. سفرزاده و صادق بارانی پیمان شیرزادی سعید کریم و ابوالفضل درویشمند جدا شدن از شانشر. موزیک نداشتیم امروز دیگه زیر صدایی رو بسیار. ببینیم بعدی رو سپاهان چی کار کرد. مهدی ترکمان خرید دفاع چپ موفق این فصل اول پارس جنوبی جم رو. محمد طیبی رو خرید یه خرید خوبه دیگه برای سپاهان. خرید کار در بیار بوده دیگه. طیبی که اومد تا جایگزین عزت الله پورغاز بشه چون عزت ربات پاره کرد. طیبی کاپتان نفت مسجد سلیمان که جزو دفاع وسط خوب این فصل اول بود برای سپاهان بازی خواهد کرد. بعد سروش رفیع همین دقایقی پیش از شهر خودرو به سپاهان پیوست. عمرم حامد بهیرایی آن در این فکرم تمدید کرده حالا بچه بوزه خروجی ها زن. سرعت نفت آبادان ورودی که ندارد خروجی هم ندارد. آقای اسکوچیش که بازیکن ها بدید میرم این سوال کسی رو میلیارد ها تومن هم بدن رضایت چه نمیدیم که آخرم ندادن. شهر خود رو حسن جعفری رو از نساجی گرفت رفت فراس جانشین فرشاد محمدی مهر شد. رولا سیفولایی رو گرفت فولاد. میلاد سرلک رو گرفت از شهر خود را فکرست بسیار خوبی خلطبری رو گرفت علی طاهران. عمر سینا زامران جدا شد رفت فولاد. سهمیه فولاد تو تیم امید شد سه تا و مشکل دارن میگن که ما بازی نمی کنیم سه تا بازی کنم نیستن جمعه. یونس شاکری رو داد به گلگوهر. رولا با غیر رو داد برمی کجا فکر کنم به نساجی میره. رضا صدری سروش رفی رفتش سپاهان. فرشاد محمدی مهر که رفت زوبا اکرمانی رفت سایپا. فولاد آیاندا پاتوسی رو گرفت هایجک کرد از استقلال. آیاندا پاتوسی رو زبیر نیکنفس و سینا زامهران رو از شهر خود رو فرشاد احمدزاده تو ثانیه آخر میسم دورقی رو داد سپولایی و اناس بن یاسین رو دفاع وسط رو. تراکتور چی کار کرد؟ میلاد فخرالدینی رو گرفته تا اینجا و خبری از خروجی همه خارجیاش فکر کنم رفتن دیگه. احمد موسوی رفت گلگوهر. کوین فورچونی که میگفتن گرونترین بازیکن لیگ برتر میگفتن. یوگیتا سوگیتا هم جدا شد. از آخورم همینطور نیمبلا رو فقط نگه داشت با یه بازی کنیگه بره دیگه مازولا. باشی سازی تبریز ورودی نداشته عجیبه واقعا رفتن رسول خطیبی از
ماشین سازی سعی می‌کنیم پیگیری بکنیم. تیم موفق نیم فصل نورسو خیلی خوب نتیجه گرفت بود با این تیم، جدا شد زندرو هم جدا شد به تیم بازیکنشون در نیم فصل اول، جفرسون خصوص و سامان نریمان جهان که به لیگ آذربایجان رفت. نساجی که شرایطش هم مشخص نیست، حامد بهیرایی رو بچه‌ها ورودی نساجی زدن و رولا باقری رو، ولی وضعیت ثبت قرارداد نساجی همچنان مشکل داره. حسن جعفری، میلاد سریک، رضا علیاری، امید سینگ و محمد قاضی هم جزو خروجی‌هاش هستند. نفت مسجد سلیمان آرمان قاسمی دفاع چپ پارسال پیکان رو گرفت، احسان تاییدی رو گرفت، قبلا پارس جنوبی بود، محمد امین اسدی و پرسپولیس که میشناسیدش، مهدی زبیدی رو گرفت، احمد گوهری، محمد طیبی جدا شد، فرزاد آتمی، جام فضا، میلاد خدایی است و محمد ابراهیمی. پارس جنوبی امین منوچهری رو گرفته، آقای هومن حفاظلی سرمربیشون شده، آدم همتی رو گرفت، محمدی زاده، میلاد باقری دفاع وسط استقلال و اونورم خروجش مهدی ترکمان، احسان تاییدی. پرسپولیس کریستیان اوساگونا رو رسما گرفت و آنتونی استوکس رو بهش خیلی نزدیک هست. آدم همتی، محمد امین اسدی، فرشاد احمدزاده، جونیور براندا و حسین ماهینی جدا شده های پرسپولیس هستند. پیکان دانیال ماهینی، محمد ابراهیمی و آرام آیراپتیان رو به خدمت گرفت. اسماعیل شریفات و آرمان قاسمی جدا شدند. آرمان که البته نیفصل آرام بازی نکرد. گلگوهر ورودی خوبی داشته، احمد رضا زندرو، رضا علیاری، احمد موسوی، میلاد کمندانی و یونس شاکری، یه نوک حمله آفک وسط و عناصری در خط دفاع، مهدی زبیدی، محسن طهرانی و پیمان رنجبری از این تیم جدا شدن. این از وضعیت نقل و انتقالات که گفتم بررسی بکنیم، ولی خب ثانیه آخر اتفاقاتی میفته. این بازیکنایی هم که فسخ کردن آزاد میرن تو همون سهمیه فیفایی که آقای محمودزاده اشاره کردن، در روزهای آینده میتونن جذب تیم‌های مختلف بشن.